از خونه عمتینا که اومدیم بیرون همراهمون بود. نه نبود، رفته بود دستشویی ماما. چرا بابا بود؟ حتما با فرزادینا اومده. شما خجالت نمیکشین؟ باباتونو جا گذاشتین؟ چرا مادر من، ما خیلی هم خجالت میکشیم، فقط نمیدونم شما حواست کجا بود. حرف مف نزن. من تا همین الان فکر میکردم عقب نشسته. او اگه عقب نشسته بود که ما رو بیچاره میکرد. بگی راست، مگه لاین چپ ارث باباته؟ بوخ نزن، بذار این دیوونه رچه. دور بزن برگردیم بریم دنبالش. مامان جان، ما 2 ساعت تو راه، این 2 ساعت دیگه هم راه داریم تا خونه. بریم صبحونم نمیرسیم خونه. خب یکم گاز بده. پام تو کاربراته. دیگه از این تندتر نمیره، از این تندتر مدل جدید زدن. خب ماما شاید واقعا با شیوا ایناست. شیوا؟ یه میام که زشت نباشه بچه خونه عمت مونده. نه بابا، مگه دفعه اولشونه؟ بله ماما. گوشی رو میدی به بابات؟ مگه تو ماشین خودتون نیست؟ نه اینجا نیست. ای بابا، نمیدونم چطور شد ازش غافل شدیم. شما کجایی؟ ما نزدیک خونه ای. خدافظ ماما. خدافظ. چه شده؟ بابامو جا گذاشتن. اسم همه را میدونه، از سیر تا پیاز زندگی رو خبر داره. شیوا یه تنا بیا. چی شد این پلیس صداده؟ چی شد تنا؟ چی شد؟ تو زنگ نه شیوا خانم، شیوا خانم، شیوا نه یا بذار یه دقیقه من رو بذار. آقا اینو بگیرم برم ببینم چه کاره. شیوا، شیوا برو، برو، برو. چی شد؟ آقا رفتن تو در بستن. بیچاره شدم، بدبخت شدم. سیمین جان بلند شو خانومم. آی دکتر به دادم برس، سر بچه من دست رفت. شما جان آبغند بیار. خانوم خانوم چشماشو باز کرد. بلندش کن، بلندش کن، بلند شو خانومم، بلند بشین. آها آها خانوم حالت خوبه؟ ببین یه نفس عمیق بکش اول، یه نفس عمیق. امیدی هست؟ آها آقا اجازه بده. منو می‌بینی؟ الان منو می‌بینی؟ این چند تاست؟ بگو 4 تاست، 1 تاست، 3 تا. خودش بگه ببینم درجه هوشیاریش چجوریه. اجازه بده شما. دیگه این چند تاست الان؟ 4 تا 3 1 تا. آقا اجازه بده. استرس براش خوب نیست. بچه‌ها این بساط سیاه‌بازیتونو نذار به پلیس زنگ بزنم، ورش تو ببرش بیرون. دست شما درد نکنه. بیا خانم بخور. بخور برات خوبه. بهتری خانومه؟ خوبم. تو طور نشده؟ من نه. طوریم نیست. خوبه خوبه. کمر چیزی نشد، دیسکت خوبه. دیسکم هم خوبه، کمرم خوبه. ببین ببین آقا فرزاد اجازه بده یه لحظه اونورتر وایسه، یه ذره جار خالی کنید. ببخش آقا جون، یه لحظه عقب‌تر وایسه. ببین هیچیم نیست، نگاه کن. دیدی توپ توپ هم دیسکم گرفت. پاشو برو بیرون ببینم. پاشو یالا. آقا جون دیسکم گرفته، یکم بل کنه میره. آی 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 همینو میخواسته. من میدونستم اینجوری میشه. ای گفتم بریم قبول نکردی. حالا اگه یه وقت کمرت ناقص بشه من چیکار کنم؟ اگه یه وقت بلایی سر این بچه من بیاد، خدای نکرده من چه خاکی به سرم بریزم. تیمور جان انشاءالله چیزی نمیشه. بابا اینا کیه؟ چه میتونم؟ دوست دیگه را بود. خانمش حالش بد بود، پایین بودن، گفتم بیام بالا یه آبی بخورن. روز تو قلوب نخورده از من میپرسه شما مسعود جوانبخت هستی؟ منم بی خبر گفتم بله. خود شو انداخته تو بغل من. بابا مگه نگفتن دوستن اینا؟ بله معلومه که دوستن. میدونستم یه روز دست تقدیر شما رو سر راه من قرار میده.
لای دورتون بگردم آقا جون. اگه میدونستم اینقدر اذیت میشی قلم پامو میشکندم. نمی اومدم اینجا. الانم من قلمتو میشکنم اگه نه آقا جمال بق. آقا خواهش میکنم یه لحظه تشریف بریم. من نمیدونم کی اجیره کرده برای چی اما به کادون زدی. من به امثال تو باج نمیدم. ولم کن. ولم کن دیگه. برو آروم باش آروم باش. من خودم میرم باشون حرف میزنم ببینم حرف حسابشون چیه. معلومه چیه. میخوان اخخازی کنن دوز زن دیگه. بابا کدوم آدم آخر دیگه بزن حامله میره دوستی. شما فقط 5 دقیقه به من فرصت بده. 5 دقیقه من خودم میرم باشون حرف میزنم ببینم اینا چی دارن میگن. اصلا اگه حرف ناجوری زدن خودم کت بسته تحویل پلیسشون میدم. خوبه فقط 5 دقیقه اگه بعد از 5 دقیقه برگشتم دیدم اینجا بودم من میدونم اون تو. 5 دقیقه آقا یه لحظه یه لحظه اصلا میگه فقط اگه شهرام و مادر جون و شادی و اینا زودتر رسیدن شما بهشون نگین اینا دزدن. چون اگه ثابت بشه که این پسر واقعیتونه 8 دقیقه برگشتم. اسباب زحمت بفهم بش. شما اصلا این مدارکو ببینید. ببینید ما اصلا آدمای بدی نیستیم. من خودم چند هکتار زمین تو روستامون دارم و از مالیم خدا رو شکر بد نیست. من فقط دنبال بابا مسعود اومدم. مسعود جوانبخت. مادرم همیشه میگفت تو میتونی پدرت پیدا کنی ولی من امیدوار نبودم تا اینکه یه روز از اینترنت وبلاگ خواهر شیوار دیدم. خیلی ممنون. بعد با 1000 بدبختی اومدم آدرس اینجا رو پیدا کردم. من فقط میخواستم پدرم رو ببینم ولی نه اینجوری. آقا تیمور تو رو جان سیمین گریه نکن به خدا برای بچه‌مون بدا. نه 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 هیچ ضرری نداره. اصلا هیچ تاثیر منفی روی بچه نداره. شما راحت باش. نه آقا نه این تیمور من که گریه میکنه منم گریه میگیره اون وقت برای بچه بد میشه دیگه. باش گریه نمیکنه. اونجوری بله اونجوری بابا بله. مسعود دوران سربازیشو تو روستای ما بگذرونه. همونجا با مادرم ازدواج میکنه. بعدش هم که خدا منو بهشون میده. به خاطر مشکلات سیاسی که با حکومت اون موقع داشته مجبور میشه از روستا فرار کنه. همیشه آرزو داشتم قبل از اینکه پدرم خدای نکرده از دنیا بره ببینمش. باشه باشه گریه نمی کنم گریه نمی کنم. شیوا بگم ببین این مدارکش که درسته با توجه به اینکه شناسنامه بابایت هم فکر کنم المصنعه دیگه درسته؟ بله چطور مگه؟ بابا عجب کلکیه این آقای جوانبر. عجب کلک باحالی زده اصلا. ببین من اصلا باورم نمیشه اصلا به قیافش نمیخوره این کارو بکنه. فرزاد خجالت بکش. نه 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 این که الان حواسم هست. ببین آقا مدارک خب درسته ولی من فکر میکنم که کامل نیست. آقا فرزاد من میگم بابا مسعود بیاد اینجا در آرامش کامل 2 کلام باش صحبت کنم. اگه گفت که من پسرش نیستم خودم میذارم میرم. بفرما اینم گواهی ولادت. مسعود جوانبختم توش هست. ببین بله بله راست میگه شیوا جان کاملا درسته. بله آقا تیمور شما خبر نداری که آقای جوانبخت تو شهرستانای دیگه سربازی مثلا رفته؟ ای فرزاد شوخی کردم بابا. شما بهتری؟ مادرتون چند سالشه؟ مادرم عمرش داده به شما. خدا رحمتش کنه. خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. میگم ماجرا رو از اول بگم. بگو تیمور جان بگو. میگم همونطور که گفتم بابا مسعود سربازیش تو روستای ما گذرونده بود. همه اهالی روستا بابای منو دوست می‌داشتن چون اون هوای روستایی رو داشته. مادرم میگفت اون موقع ها باباش مجبور کرده بود که با یه پیرمرد روس که از پدر بزرگ هم طلب داشت باش ازدواج کنه که یهو بابا مسعود از راه میرسه و با فداکاری‌های خودش بدهی بابا بزرگم رو صاف میکنه و با مادرم ازدواج میکنه. مادرم میگفت آقا مسعود تکیگاه و معتمد روستا بوده. افسانه های زیادی درباره شجاعت های آقا مسعود سینه به سینه تو روستا میگرده. با 4 تا سرباز اون موقع روسا رو از روستا بیرون کرده بوده. مادرم میگفت پدرت یه قهرمان واقعی بود. الانم که اومدم اینجا فکر نکنید که اومدم چیزی از شما بگیرم. نه خدا رو شکر وضع مالیم بد نیست. زندگی دارم، پول دارم، خانم خوب دارم. تازگی هم که خدا میخواد یه پسر کاکلزری بهمون بده. من تنها چیزی که تو زندگیم نداشتم پدر بود. من سایه بالا سر نداشتم. پدر ستون زندگیه. خونه ما همیشه بی ستون بوده. پدر
من اومدم از شما منش پهلوانی و مردونگی یاد بگیرم. اومدم بگم باشید و با حضورتون زندگیمو روشن‌تر کنید. شما چرا همچی میکنی؟ گریه نمیکنم. راستیش ایوا خانم، از طریق وبلاگ شما با تمام اعضای خانواده آشنا شدم. خاطر همین برای تو سوغاتی آوردم. بفرمایید. این برای شما شیوا خانم. بفرمایید. ناقابله، عذاب گذشت. بفرمایید. قابل شما رو نداره. بله خیلی ممنون. این هم برای شما شادی خانم، قابل شما رو نداره. دست شما درد نکنه خان داداش. مبارک. ناراحت نباشی خانم، یا این دیگه عشق شوقه. تا حالا کسی به من خانده داشت نگفته بود. بفرمایید. این هم برای تأمین خانم، قابل شما رو نداره. والا من فکر میکنم این کادوهاتون رو نگه داریم برای خواهر برادر واقعیتون بهتر باشه. من تحقیقمو کردم. بفرمایید. مبارکتون باشه. دست شما درد نکنه. مبارک باشه. خب این هم برای خواهرزاده های گلم، قابلشون رو نداره. مبارکتون باشه. بفرمایید. دستتون درد نکنه. خیلی من این هم برای آقا شهرام گل و برادرزاده عزیزم، مبارکش باشه. بفرمایید. دست شما درد نکنه. خیلی زحمت کشیدی. واقعا خجالت نمیکشی؟ چی تو سرته؟ چه نقشه‌ای داری؟ فکر میکنی شهر هرته؟ اینا رو کجا جهل کردی؟ جهلی نیست بابا، اصل بابا. به من نگو بابا. واقعی هم به خدا، باور کنی. من نه تو روستا بودم، نه مادرت رو میشناسم. بگو چه قصدی داری؟ کلاه برداری؟ من کلاه بردار نیستم. تو کلانتری معلوم میشه، پلیس به حرفت میاره. آقا مسعود، خواهش میکنم یه چند لحظه صبر کنید، اجازه بدین تیمور جان من حرفشو بزنه. دو ساعته داره سخنرانی میکنه، دیگه چی داری بگی؟ راستش من می‌خواستم بگم که وقتی بچه بودم من شما رو ندیدم. مادرم میگفت تا به دنیا بیام شما رفتید از بین. رفتم کجا؟ رفتم چرا رفتم؟ مثلا چرا شما اینجوری میکنید بابا؟ حتما دلیلی برای حرفتون دارید. باش مشکلی نداریم، می‌خوای ما ندونیم، ما میریم. سیمی خانم بلند شو. بلند شو مادر. شب همگیتون بخیر. تیمور جان. چی شد؟ سیمی خانم. چی شد؟ خانم خوبی؟ خوبی. اصلا بارو نمیارم. سر برای ایلی بادیه بود. بابا، میخوای امشب بیای بالا خونه من بخوابی؟ آی جان وقت به نظر منم اگه خونه نرین امشب خیلی بهتره ها. فرزاد، فرزاد بیایی کاری بکن دیگه. حالت خوبه؟ شادی جان اون کیف منم بی زحمت بیا. تو حرفای اینا رو باور نکردی که؟ نه مسعود جون، باور نکردم. باور نکردی؟ نه. یعنی حتی شک هم نکردی؟ نه. چطور باور نکردی؟ اینکه خوب داستانی ساخته بود، مدارکش هم که جور بود. این کارا از تو بر نمیاد. چایی رو به من میدی؟ به وفاداری میمانداری؟ نه بابا. تو جربوزه این کارا رو نداری که. حالا تو میگی، بقیه هم میگن، ما میگیم که افسانه عشقی داشتیم. ولی من که میدونم اگه بابات پا پیش نذاشته بود برای خواستگاری، تو عرضه این کارا رو هم نداشتی. حالا فکرشو بکن، رفته باشی زن دومم گرفته باشی. تو بدون اجازه من آب نمیخوری، بعد بری زن بگیری. من جربوزه ندارم؟ من نمیتونم؟ معلومه بعد این همه سال منو نشناختی. من اگه میخواستم. اگه میخواستی هم نمیتونستی بابا. فکرشو بکن، تو ارتش روس، دعوا با حکومت. من اگه با چشم خودم هم میدیدم، اون وقت به چشای خودم شک میکردم. یعنی میخوای بگی اصلا شکم نکردی به این بنده خدا ممکنه راست بگه ها؟ نه. یعنی
همه این داستانا را از خودش در آورد. پس شناسنامه ها چی؟ برای چی اصلا دروغ بگه؟ ایناشو نمیدونم. ایناشو نمیدونی؟ نمیدونی چون حقیقت داره. میخندی؟ مسعود ول کن بیخیال، تو زن دوم. بابا تو نخود تو دهنت خیس نمیخوره، اون وقت راز به این مهمی و این همه سال نگفته باشی؟ من به خاطر حفظ بنیان خانواده بود که این راز رو نگه داشتم. خیلی خوب بابا، میبینی که دارم کتاب میخونم، حوصله داری یا ول کن دیگه. شما اصلا قدر منو اینجا نمیدونی، انگار نه انگار من وجود دارم. همین امشب منو تو مهمونی جا گذاشتیم. اشتباه من همینجاست، من باید برم پیش اون یکی خانوادم، خانواده‌ای که قدر منو میدونه و به خاطر به دست آوردن من مبارزه میکنه. حالا امشب میموندی فردا میرفتی؟ نه دیگه، دستون درد نکنه، مزاحمتون نمیشیم. آخه نمیشه که با این حالتون بریم. نه دیگه، ما نمونیم بهتره. بریم خانم. مهمون داریم. سلام بابا. از این به بعد این آقا تیمور. آقا تیمور. این آقا تیمور پسر ارشد منه، این خانومم کوچیک شما سیمینم. سیمین خانم. بله تیمور پسر ارشدمه، سیمینم عروسه. بابا چی داری میگی؟ بله همینه که هست، بالاخره آدم یه کارهای تو زندگی میکنه دیگه. اجازه بدین دستتون رو ببوسم. یعنی ای بابا. خانم این کادار بده. بابا دو تا کادو ناقابله، یکیش سوغاتیه، یکیش هم برای جشن تولدتونه که دو روز پیش بود. تولد بابای من؟ بابا جشن تولدتون دو روز پیش بود؟ مگه شما نمیدونستین؟ دست درد نکنه پسرم. بابا ببخشید ما یادمون نبود. بله که یادتون نبود، شما اصلا تو این خونه منو نمیبینین. شهرام کلیدا رو بده. کلیدا چیو؟ کلیدای آپارتمانو. کدوم آپارتمانو؟ آپارتمان تو آنتالیا. کلید آپارتمان منو که چند سال کلیداش دست تو توش جا خوش کردی. بده ببینم، ترجیح میدم برم پیش اون خانواده‌ای که قدرم رو بهتر میدونم. بریم پسر گلم. کجا بره؟ آپارتمان جدیدت. نه دیگه آقا جون، ما مزاحم نمیشیم، همین روبوسه برای ما بسه. من خودم تو روستامو خونه دارم، تو شهر اطراف روستامو شهرک‌سازی میکنم. حالا این مدت که تهرانی که نمیخوای خونه باباتو ول کنی بری هتل. بریم. شما دیگه بزرگتری دیگه. بریم با اجازه اسباب زحمت. بریم. نه امکان نداره، من 40 سال احترام به شما بدهکارم. پسرم اینقدر تعارف نکن. بفرما بالا. بفرما. بفرما. با اجازه. آقا ببخشید، خواستم بگم که من تا الان برای شما خیلی احترام قائل بودم، از الان به بعد خیلی بیشترم قبولتون دارم. چرا؟ چطوری تونستی این همه سال این راز رو تو سینت نگه داری؟ تونستم. سوالی داشتم، غیر از این روستا چند تا دوست داری دیگه رفتی سربازی؟ دستم رو ول کن. چی شد؟ چرا اینجوری شد؟ باریکل باریکل، واقعا این مرد اسطوره است. چجوری این همه سال واقعا تونسته؟ کارش درسته دیگه، کارش درسته. اومدن ناگهانی تیمور و زنش باعث شد متوجه بشیم توی مدت چقدر به پدرمون بی‌توجهی کردیم، چقدر حواسمون بهش نبوده و چقدر باعث شدیم که دلخور بشه. پدر سایه بالا سر خونه است، همین که باشه و نفس بکشه نعمته، نعمتی که شاید تا وقتی که داریمش قدرش رو نمیدونیم و تا از دستش میدیم متوجه میشیم چه کسی رو از دست دادیم. فوت پدرم بزرگترین اتفاق زندگیم بوده. تا وقتی اختیار داراییم رو داشتم همه بچه هم دوروبرم بودن و تر و خشکم میکردن. یه روز تصمیم گرفتم داراییم رو تقسیم کنم. ندونستم که با این کارم بچه هم از خودم دارم دور میکنم. حالا هم تنها
توی خونه سالمندانم و دلم لک زده برای دیدنش، برای بوسیدن نواهام، برای شنیدن صداشون. نمیدونم، نمیتونم بگم از کاری که کردم پشیمونم. شاید اگر دوباره تو همون موقعیت قرار بگیرم، باز هم اموالم رو بینشون تقسیم کنم. محبتی که به خاطر این چیزا باشه، نباشه بهتره. مامان چجوری میتونین انقدر بیخیال باشین؟ عزیز من، یه جای این قضیه میلنگه. بابا جنوب سربازی بود، نه شما. ولی خب ما هم بهش بیتوجهی کردیم دیگه. حالا مثلا به من خیلی توجه میکنید. درسانی باید چیکار میکردیم؟ مثلا تاریخ و تولدش رو نباید فراموش میکردیم. تولدش؟ راست میگه، مگه این بچه تولدش درست پیش بود. بابا رو از دست دادیم. بهش زنگ زدم جواب نداد. مسیج داده که از اول اشتباه کردم، باید با اون یکی خانومم زندگی میکردم، شما رو تنها میذاشتم. شما چی گفتیم بهش؟ هیچ. از این شکلک های خنده براش برستادم. آی مادر جون، من شناسنامه و اون گواهی تولد دیدم، درست بود. خب شاید یه مسعود جوانبخت دیگه ای باشه. نه نه، تاریخ و محل تولد همین تاریخ و محل تولد آقای جوانبخت بود. من دارم به شما میگم که مسعود جنوب خدمت کرده. این پسر مال روستای شماله. شاید مثلا اون زمان رفته بوده شمال. آره خب. مثلا 3-4 ماه مأموریت خورده، با همون لباس سربازی هم رفته شمال. نه، مسعود بیورزه تر از این حرف هست. شاید هم زرنگ تر از این حرف هست. نکنه این پسر راست میگه. مامان جا، ما اول باید تحقیق کنیم ببینیم شاید یه مسعود جوانبخت دیگه وجود داشته باشه مثل بابا. دروغگوی دغلباز، این همه عمر منو چسونده. شادی بعد برو لپتاپتو بیار تحقیق کنیم ببینیم چی میشه. تو هم برو این عکس و مدارک مال سربازی بابا رو بردار بیار. من چی؟ هیچی، شما بشین اینجا اشک مادر منو در بیار. واقعا که دست درد نکنه. غذاتو بخور یخ نکنه. یکی دیگه رفته زن اضافه گرفته، من باید اینجا جواب پس بدم؟ اینجا نوشته که بابا کل خدمتش رو جنوب بوده، از اونجا هم تکون نخورده تا آخرش. بعدم سال تولد این تیموره با سال خدمت آقا جون نمیخوره، 4 سال فاصله داره. به منم اینجا یه سی نگفتم. مسعود کرامتی، مسعود کیمیایی، مسعود دهنمکی، این جوان. جوانبخت مسئول جوانبخت، یک جای جاهایی هم به اسم میم جیم میشناسنش. به جرم سرقت مسلحانه از بانک به حبس ابد محکوم شد. ببینم، این یعنی شما میگی یه مسئول جوانبخت دیگه است که بابای تیموره؟ ببین، شماره شناسنامه و محل تولدش با شماره شناسنامه و محل تولد بابای شما یکیه. خب نمیشه که، اینم اشتباه شده، نمیشه دیگه. من سردر نمیارم. میگم بریم یه سری سوال از این آقا تیمور بپرسیم، بلکه تطوی قضیه در بیاد دیگه. ها آه، بریم تولد؟ بریم. سلام. به به، چه عجب از این ورا. شما رو کی دعوت کرده؟ ما چیزیه بابا، راستش ما من که نمیدونم، من شما رو دعوت نکردم. من دعوتشون کردم آقا جون. خانوادمونم. بفرمایید، بفرمایید تو، بفرمایید داخل. به خاطر پسر گلم، بفرمایید. بفرمایید، خیلی خوش اومدید. با اجازه. تحمیل نکن. چه چند دقیقه دیگه میاد. خیلی خوش اومدید. سلام. ولی، بابا. بفرمایید. شما خوش آمد میگم. من تیمور جوانبخت همینجا اعلام میکنم که من هیچ وقت تو خوابم نمیدیدم که تو جشن تولد پدرم شرکت کنم، ولی الان میخوام یه خبر خوش بهتون بدم.
من و سیمین خانم تصمیم گرفتیم به خاطر پدرم، تاج سرم، زندگیم، عشقم، قهرمانم اسم پسرمونو بذاریم محسود، محسود جوانبخت. بذار دست بشنگه را. تولد، تولد، تولد. خب، حالا وقتشه از این تولد فوق‌العاده بابا که با دو روز تأخیرم داره انجام میشه یه عکس یادگاری بگیریم. پاشو آه باش، عکس بگیریم، عکس بگیریم. یه لحظه تشریف میاریم؟ بله. و الان آقا فرزاد بخون، بخون، الان میام. آقا فرزاد آه چیه؟ چیه بخون؟ از این کلاه ها میخوای؟ آه شما تا حالا عکسی از پدر دیده بودین؟ ها؟ میگم تا حالا عکسی از بابا دیده بودین؟ از بابا؟ بله. اون موقع یه عکسی داشته، مادر میگفت این عکس باباته. ولی اون موقع 20 خورده ای سالی داشت. بعد ببخشی خیلی عذر میخوام. شما همیشه تو همین روستای خودتون بودین؟ همجا زندگی کردین؟ ما همیشه تو روستای خودمون زندگی میکردیم. آخه میدونین چرا؟ برای اینکه ببینین شما میدونی که یه محصول جوان وقت دیگه هم هست. حالا یعنی ما یه دونهشو پیدا کردیم، ممکنه بیشتر هم باشن. شما از کجا مطمئنی که پدر ما هم محصول جوان وقته که شما دنبالش هستین؟ شیوا خانم، حس آدم هیچ وقت به آدم دروغ نمیگه. یه حسی درون من هست که میگه اون مرد پدر منه. تازه خودش هم که اومده گفته پدرمه. چه سندی از این بالاتر؟ نه بفرمایید، بفرمایید برید چند تا عکس با باباتون و بچه‌ها بگیر عزیزم. بفرمایید، بفرمایید. من شیوا خانم صحبت می‌کنم. حالا وقت هست صحبت کنیم. بفرمایید. یه لحظه. شیوا خانم ما بگن دیگه نمی‌شه. با اجازه. آخه من تو بالا، شیوا خانم تو بالا. من می‌تونم چای کنم با شما صحبت کنم؟ بله. خواهش می‌کنم. آره اینجا آخه بی زحمت بریم جایی که کسی نباشه. باشه. تولد تموم شد. به به، عروس جدید خانواده جوانبخت. بفرم ماما. سیمی خانم میخواست یه چیزی بگه، گفت بیایم اینجا که شما هم باشی. خب بفرمید. بشی. میخواستم بگم شما فکر میکنین آقا مسعود پدر تیمور جان من نیست؟ نه خیر، ما فکر میکنیم نیست. من فکر میکنم بابام به خاطر لجبازی با مامانم این کار کرده. حیواز اون همه اعتمادی که این همه سال بهش داشتم. راستش من چند وقت پیش رد پدرشو گرفتم. یه مسعود جوانبختیه که تو زندونه. چی؟ زندون؟ آه بله بله، آدم درستی نیست، خلافکار سابق داره. من هم دیگه چیزی به تیمور جانم نگفتم. آخه خیلی با اون قهرمانی که مادرش به عنوان الگوی زندگی براش درست کرده بود فرق میکرد. خلافکار بزرگ، چند فقره سرقت، یک عالمه جرمای کوچیک و بزرگ. شما باش حرف زدی؟ بله بله، خودش هم اعتراف کرد اسمش این نیست، گفت این شناسنامه ها رو دزدیده. راست میگه. مدارک بابات قبل از اینکه با من ازدواج کنه گم شده بود، بعد فهمیدن که یکی دزدیدتشون. ای واقعا؟ آره، یادمه که همه آدمه که این شناسنامه رو دزدیده بود کلی سال این ور اون ور کارهای خراب کرده بود به اسم بابات. خب حتما یکی از خلافاش هم همین زن گرفتن و اینا بوده دیگه. خب حالا به این آقا تیمور بیچاره چی میخواییم بگی؟ با این طفلک کلی ذوق کرده، فکر بابای ما با باشه. همین که به من گفت پدر واقعیش رو پیدا کرده دلم هر ریخ. گفتم حتما همونیه که من دیدمش دیگه. اصلا انقدر ناراحت شدم. ولی همین که بابا مسعود شما رو دیدم خیالم راحت و نفس راحت کشیدم. گفتم حتما من اشتباه کردم، اون آدمی که ملاقاتش کردم اون پدر تیمور جان من نیست، حتما دروغ گفته یارو. ولی مثل اینکه این تفلک، حتما مادر بیچاره خدا بیامرزش خواسته که بچهش نفهمه پدرش هم چی کارایی میکنه دیگه. آخه دیدین، دیدین تیمور جان من چه ذوقی کرده بود؟ یه پدر آدم حسابی. آقا ماشالله ماشالله. نگفتم، نگفتم این کارو از بابات بر نمیاد. من که از اولشم به مسعود شک نداشتم.
بله بله آقا مسعود واقعا مرد عاقل با جذبه مهربون دیگه یه مرد که شغل خوب داره بچه های خوب خوب به خوبی شما تربیت کرده به خدا این میتونه واقعا الگوی خیلی خوبی برای تیمور جان من باشه خب حالا یعنی چی منظورتون چیه؟ ما که چیزی از شما نمیخوای تازه هرچی هم شما بخوای ما به شما میده نه بابا نه این حرفا چیه سیمی خانوم نه بابا فقط بذارین این تیمور جان من با این رویا باشه که پدرش ما آقا مسعود مسعود و زن دوم محاله ببین چیز من بابا خودش باید تصمیم بگیره من نمیدونم اگه پیش شما باشه صحبت بکنی شاید شد دیگه حالا باشه من باش حرف میزنم ولی قول نمیدم به تا دست شما درد نکن دست شما درد نکن خیلی زحمت دادی به سلامت این بیمارستان خوبم این اطراف دیدم بچه که خواست به دنیا بیاد شده سمت ما بیان باش باشه خدا خدا به همراه خدا پیش خب ماما فعلا به سلامت مامان جون آقا مسعود من که از اول میدونستم تو اهل این کارا نیستی آقا مسعود فقط اینقدر مونده بود تا اسطوره شدن فقط اینقدر نیب نداره شما برای ما هنوز هم همون آقا مسعود قدیم ارادتمندم با اجازه گاهی خودمون رو میونه گرفتاری ها و روزمرگی ها اونقدر غرق میکنیم که چیزهایی که دور و برمون هست رو نمیبینیم قدرشون رو نمیدونیم بیاین قبل از اینکه دیر بشه ببینیمشون